به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر سر جهان در این برنامه میخوام توضیحاتی درباره این سند بیسی به بدم این سند شیطانی بیسی که برای جهان خواب دیدن خب حالا اگر که جهانیان بیدار نشن این اتفاق میفته اونا میان یه برنامه هایی رو میچینن اسمش هم هست سلف فولفیلینگ پروفسی میان سریال درست میکنن فیلم درست میکنن میگن ما میخوایم این کارا رو بکنیم این برنامه هامون هست حالا یه بعضیش که میگیره میان میگن که دیدی, دیدی, ما موفق شدیم ولی حالا اگر مردم بیدار شند و از این توطعه کرونا بیان بیرون و به خودشون بیان اینا اتفاق نمیفته گرچه بخش مهمیش پیشا پیش اتفاق افتاده خب من این سند بی سی رو اینجا به شما نشون میدم این سند بیستی هست و براتون دونه دونه اینا رو میخونم که پشت این چی هست پس میریم و با همدیگه میبینیم که این سند بیستی چه محتوایی داره خب اولش که داره میگه One World Government یعنی یه دولت واحد جهانی دومین چیزی که میگه One Global Controlled Cashless Currency خب این در واقع یه حکومتی هست که دیگه پول کش توش وجود نداره و همون دیجیتال کارنسی است که اووردن و دارین میبینی که داره اتفاق میفته همین ارزهای دیجیتال و یک بانک مرکزی وان سنترال بانک وان Global سنترال بانک یک بانک مرکزی و این بانک مرکزی هم تمام در واقع از طریق اینترنت کنترل میشه ولی این بانک مرکزی هم دست همین شیاطین قرار باشه وان گلوبال میلیتری یعنی یک, وا... یک ارتش واحد جهانی The end of national sovereignty خب پایان پایان ناسیونالیزم ملی و پایان این که دیگه کشورها از خودشون استقلال داشته باشن پایان استقلال ملی End all private owned property تمام این املاکی که به صورت شخصی شما مال شماست تمام به پایان میره دیگه این اموال شخصی قرار نیست که وجود داشته باشه بجز یک گروه کوچولویی که اسم خودشون گذاشتن الیت همون شیاطینه به اسم, اسم من اسمشون گذاشتم شیاطین The end of one family unit یعنی اون خانواده هستهی هم پایان تموم فینیتو و چی دارن به جاش میارن ال جی بی تی کیو یعنی اینکه لزبیانا بیان هموسکسوالا بیان اینایی که هیچ سکسی ندارن اینایی که هر دو دارن اینایی که اصلا نمیدونن چی هستن و اینا با هم ازدواج بکنن ازدواج محارم یعنی اگر که زیاد تو خونه بمونن خب بهتره که با برادرشون ازدواج کنن یا با مادرشون یا با پدرشون یا خواهر با برادر اینا رو تمامو دارن میارن دونه دونه دارن اجرا میکنن جلو چشممون داره اتفاق میفته و در واقع همین ازدواج هم جنس گرایان که در بسیاری از ایالت های آمریکا قانونی هست در بسیاری از کشورها قانونیش کردن خب این هم از این یعنی در کردن ساختار خانواده یک زن یک مرد و بچه ها زیر یک سقف یعنی اون کانون گرم خانواده در و داغون کنترل Control of population growth and density. خب یعنی کاهش جمعیت جهان و متوقف کردن رشدش و Endless mandatory vaccines واکسن های اجباری بی پایان مرتب باید واکسن بهتون بزنن درباره هر چیزی که حالا اونا فکر میکنن باید واکسن بزنین یونیورسل بیسیک اینکام خب این یعنی چی؟ یعنی یک حقوق واحد جهانی برای شهروندانی که حالا تو از گیر این کرونا اگر خلاص بشن بمونن یه حقوق واحد واحد در نظر میگیره مثلا ما هزار دلار به اینا که میمونن میدن دو دلار هر چی که اونا فکر میکنن در ازاش باید بردگی بکنین برای اون اربابان مایکروچیپ سوسایتی خب چیپ کار میذارن تو پوست شما که میخواین سفر بکنین میخواین تجارت بکنین میخواین خرید و فروش بکنین و این برای اینی که بدونن شما کجا میرین کنترل روتون داشته باشن فور تراول فور ترید تراول تراکینگ اند کنترول. implementation of a world social credit system یعنی یک سیستمی که میان و در واقع یه سیستم اعتباری جهانی درست میکنن یعنی به شما نمره میدن اگر رفتارتون خوب باشه مثلا نمرتون برای مثال بیسته اگر که واکسن رو نزده باشین ازش کم میکنن اگر سرپیچی کرده باشین از برخی از عوامر اونها از این نمره کم میکنن بعد که این سیستم اعتباریتون از یه حدی بیاد پایین چه بسا اصلا شما رو بخوان ببرن بندازن زندان یا بخوان حذفتون بکنن از جامعه یعنی این برنامه هایی هست که دارن خب اینترنت آف, آف تینگز everything تو to 5G monitoring همه چیز رو اینترنت و ابزار کار سیستم 5G هست که پردازشش خیلی بالاست سرعت پردازشش خیلی بالاست و همه چیز وصل به 5G که میتونه میتونن میتونن مانیتور بکنن همه چیز رو government raise children بچه هایی که دولت قرار اینا رو بزرگ بکنه دیگه بچه ها متعلق به خانواده نیستن دولت میاد بچه ها رو ورمیداره. بچه ها میشه مال دولت مال دولت ها یعنی وقتی که قراره که مثلا دوتا تا بچه بیارن این که بچه نمیتونن بیارن این بچه ها رو اصلا میرن توی تست تیوب بیبی که شنیدین توی یه دونه نمیدونم توی دستگاه گرم کننده یه چیزی هستش که اونجا دو تا سلولا رو با هم دیگه آمیزش میدن و بعد از اونجا بچه میسازن چه بس از رحم در بیارن بذارنش توی دونه تستیوب اونجا در واقع این بچه هست که دیگه مال دولته مال کسی نیستش این هم به عنوان سربازایی که میخوان استفاده بکنن برای همون اهداف شومی که خودشون دارن Government owned and controlled schools و آموزشی که اونها روش چک و کنترل دارن و اونها تصمیم میگیرن که به شما آموزش بدن End private transportation No more اون uh, cars etc خب uh, پایان اینکه شما ماشین خودتون رو داشته باشین و و اینکه خودتون ماشین مال شما باشه اون به پایان میره و وسایل نقلیه عمومی است که اونا میگن چه جوری استفاده بکنین و چی باشه خب تمام این هایی که هستن تمامشون متعلق هستن به دولت به همون دولت واحد جهانی مثل آمازون که الان داره بزرگ و بزرگتر میشه آمازون زیر نظر کیه یک کسانی هستن که صاحبانش هستن ولی در نهایت اون کنترل این سیستم دست کی هست دست ارتش آمریکاست درسته یعنی این اینا رشد میکنن تمام بیزینس های کوچیک همه در و داغون میشن کشته میشن میمیرن خب restriction of non essential air, travel بعد محدودیت برای سفرهایی که لازم نیست یعنی دیگه شما نمیتونین بگین من میخوام برم گشت و گذار من میخوام برم مثلا برم, برم باهاماز بگردم یا برم آمریکا یا برم ایران یا برم نمیدونم سوریه برم یه جای دیگه دیگه این سفرها نیستش روش محدودیت میذارن اون جایی که اونا فکر میکنن آدما میتونن سفر بکنن دیگه سettlement uh, zones concentration of human in cities only خب اینا میان یک uh, نو... ناحیه هایی رو تعیین میکنن میگن که شما ها فقط میتونین اینجاها باشین یعنی اردوگاه و کمپ درست میکنن و نمیتونین که uh, یه شهرهایی درست میکنن که شما فقط میتونین اونجا باشین یعنی اردوگاه ها و شهرهایی که شما اونا تصمیم گیرن کجا باشه و فقط باید اونجا باشین و end of private farms livestock and irrigation خب تمام استفاده از اینکه استفاده شخصی از مزرعه و نمیدونم کشاورزی و اینا هم تمام به پایان میره اینا دیگه نیستش یعنی مزرعه باشه کشاورز باشه کسی باشه که زمین مال اون هستش و نمیدونم تمام اینا به پایان میره Restricted land use end of single family homes و محدودیت در رابطه با استفاده از ملک و زمین و این باعث میشه که خونه هایی رو که مردم دارن حالا خونه های کوچیک آپارتمان هر چی که هست یا یه خانواده دارن توش زندگی میکنن این دیگه تموم فینیتو پایان پایان یعنی میبرن شما رو توی جاهایی که باید مشترک با دیگران زندگی کنین بن of natural نان سینتتیک دراگز اند خب جلوگیری از استفاده از داروهایی که شیمیایی نیستند و داروهایی که داروهایی که طبیعی هستن و شیمیایی نیستن جلوی استفاده از استفاده از اینها رو هم میگیرن برای اینکه اونها میخوان شما از داروهایی استفاده کنین که اونها تجویز میکنن در هر صورت این سازمان بهداشت جهانی این قراره بشه که اون سازمانی که قرار تصمیم بگیره برای سلامت انسان ها خب این برنامه هایی که اینا دارن تا سال بیسی یعنی چی؟ یعنی ما به زودی سال 2022 بیست شروع میشه یعنی نه سال دیگه قراره اینا رو همه رو به انجام برسونن میدونین که سند 20 رو یه کسانی بودن شاین دخت ملاوردی و یه باندی بودن اونجا داشتن اینا رو اجرا میکردن از غذا اینا باهایی هم بودن داشتن تمام اینا رو اجرا میکردن در ایران که جلوشون گرفته شد خب وقتی که به این برنامه نگاه میکنین میبینین که خب این برنامه توسط همون شیاطینی که میدونین چه کسانی هستن همونایی که میخوان حکومت واحد جهانی تشکیل بدن و یه تشکیلات پشت این هست همون هستن که پشت این هستن و شیاطین یه تعداد انگوش شمال انگوش شمارش در حد چند ست خانواده قراره که تمام اینا رو اجرا کنن خب حالا دوست دارین برین واکسن بزنین دوست دارین گوش کنین برین میگن بیا دوز سوم رو بزن بگین چشم الان میری میزنیم دیر گفتین دوز چهارمو بزنین حالا نمیدونم این هنوز تموم نشده بیاین حالا این واکسن ها کار نکرد بیا این واکسن ژنتیکی بزنین شما رو میگم که در ایران هستین اینجا که واکسن ژنتیکی دارن میزنن با تمام این عوارضی که معلوم نیست چی هست چه بلای سر مردم میاره ولی در ایران هم دارن اونو میارن و برنامه است که اونو به مردم بزنن بگن این واکسن ها کار نکرده حالا بیاین جنتیکیشو رو بزنین این برنامه است از من گفتن از شما نشنیدن اینم دارین میبینین که در واقع خود World Economic Forum اینو مهر زده سازمان بهداشت جهانی اونو مهر زده اینا تمام شیاطین هستن که جمع شدن و این رو نوشتن و این کلیشه ولی جزئیاتش ریزش خیلی طولانیه من فقط همین رو براتون خوندم و ترجمه کردم و امیدوارم که فهمیده باشین که چه خبر هست خب دوستتون دارم با عشق برای عاشقان ایران عزیزان من بیدارشین بیدارشین تا دیر نشده اونایی که واکسن نزدن اونا تعدادشون کمه شماهایی که واکسن زدین و شماهایی که تو این دام افتادین باید بیدارشین تا جهان رهایی پیدا کنه سلام بر سردار دلهامون و امیدوارم که روانش شاد باشه و زنده باد هرچی آدم آگاه و داناست که تو دام این شیاطین نمیفته خدا نگهدارتون